درود بر شما کاربران خوب وبسایت میهن وردپرس. توی این فیلم آموزشی در مورد SSL و تغییر آدرس وبسایت از HTTP به HTTPS صحبت می‌کنیم. در مورد چرایی و چگونگی انجام این کار و اینکه اصلا این کار به چه نفع ما هست، چه دلیلی داره که ما واقعا باید سایتمون رو به HTTPS تبدیل کنیم. اول توضیح بدم که SSL چیه؟ SSL یه پروتکل امنیتیه که ارتباط بین کاربر شما و وبسایتتون رو امن میکنه. یعنی چی؟ خب یه مثال بزنیم. کاربر شما وارد وبسایتتون میشه، میخواد یوزرنیم و پسورد خودش رو توی فرم لاگین شما وارد کنه و وارد پنل کاربری خودش بشه. این اطلاعات در مرحله اول ارسال میشن به ISP کاربر، اون شرکتی که کاربر ازش اینترنت میگیره، بعد میاد به سمت سروری که وبسایت شما روی اون هست. و حالا این ISP یا هر شرکت دیگه‌ای که بین کاربر و سرور وبسایت شما هستند میتونن این اطلاعات رو در بیارن و از اون استفاده سوء کنن. خب SSL میاد این ارتباط رو، در واقع این اطلاعاتی که داره منتقل میشه رو به صورت رمزنگاری و اینکریپت در میاره در واقع و به سمت سرور شما این رو ارسال میکنه. دیگه کسی این میون نمیتونه اطلاعات کاربر شما، اطلاعاتی که به سمت کاربر ارسال میشه یا از کاربر دریافت میشه رو رمزنگاری کنه یا این اطلاعات رو بخونه و از اونها سوء استفاده کنه. خب همونطور که میدونید برای گوگل خیلی خیلی امنیت کاربر مهمه. گوگل میگه اول کاربر برای من مهمه، بعد وبسایت هایی که حالا توی سرچ کنسول ثبت شدن و دارن از خدمات گوگل استفاده میکنن. چون کاربر برای گوگل خیلی مهمه و همچنین امنیت کاربر، گوگل میگه به وبسایت هایی که از SSL استفاده میکنن و ارتباط امنی از طریق HTTPS دارند خب رتبه بهتری میدن. این مسلمه که اگر گوگل به شما رتبه بهتری بده توی نتایج گوگل بیشتر و بهتر نمایش داده میشید. شاید درصد حالا اهمیت این موضوع برای گوگل شاید یه درصد باشه که درصد زیادی هم نیست، اما میتونه یه فاکتور کوچک باشه و این فاکتورهای کوچک در کنار هم باعث میشن که SEO وبسایت شما افزایش پیدا کنه و توی نتایج گوگل از رقیبای خودتون جلوتر بزنید. و خب این کار در واقع باعث میشه که افزایش ورود گوگل داشته باشید، مشتریهای بیشتری داشته باشید و در نهایت با افزایش مشتری های شما سودتون هم بیشتر میشه، که حالا در مورد افزایش مشتری و افزایش سود باید کلا توی مبحث دیگه صحبت کنیم، اینجا جاش نیست. اما خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر وبسایتمون رو از HTTP به HTTPS تبدیل کنیم، هم از نظر SEO برای ما بهتره، از نظر گوگل، هم از نظر امنیت کاربر، هم از نظر اعتبار کاربر برای وبسایت شما میتونید از اینماد دو ستاره هم استفاده کنید، توی اینماد درخواست بدید اینمادتون رو دو ستاره کنن و خب با دو ستاره شدن اینمادتون کاربر اعتماد بیشتری هم به شما خواهد داشت. چطوری SSL رو تهیه کنیم؟ چند تا روش مختلف داره. روش اول استفاده از فری SSL ها هستن، SSL هایی که رایگان هستن، توسط شرکت های ارائه دهنده به صورت کاملا رایگان به شما تحویل داده میشن که میتونید توی هر وبسایتی ثبت نام کنید، SSL رایگان دریافت کنید. توی گوگل هم اگر سرچ کنید سایت هایی هستن که این کار رو انجام میدن. یه SSL در واقع پولی داریم، SSL دامین ولیدیتد، که دامین شما رو ولیدیت میکنه. تفاوت زیادی با SSL رایگان نداره، اما خب پشتیبانی داره، تضمین در واقع آپ بودن وبسایت شما رو میده، اینکه سایتتون به هیچ عنوان قطعی نخواهد داشت از طرف شرکت ارائه دهنده SSL. و با یه هزینه خیلی کمی، شاید مثلا سالیانه 80 تا 100 هزار تومان میتونید یه دامین ولیدیتد SSL تهیه کنید که این کار رو پیشنهاد میکنیم. الان رو سایت خودمون هم همین روش رو ما استفاده کردیم، دامین ولیدیتد. و یه SSL داریم به نام وایلدکارد SSL که این وایلدکارد SSL به شما اجازه میده علاوه بر این که روی دامنه اصلیتون HTTPS رو فعال کردید، روی ساب دامین های وبسایتتون هم SSL داشته باشید. خب اگر تعداد ساب دامین های وبسایت شما زیاد هست، مثلا یه وبسایت بلاگ دهی دارید، میخواید تمام ساب دامین های زیر مجموعه وبسایتتون هم SSL داشته باشن، میتونید از وایلد کارت استفاده کنید.
تقریبا هزینه وایلد کارت SSL ها بین 700 هزار تومان تا 1 میلیون تومان هستش در حال حاضر، که میتونید با سرچ توی گوگل اونها رو پیدا کنید و استفاده کنید. اگر نه، مثل وبسایت ما تعداد ساب دامین هاتون خیلی کمه، مثلا یه ساب دامین برای دانلودتون دارید، یه ساب دامین برای سایت اصلیتون دارید، یکی هم مثلا برای دموی محصولاتتون، 3 تا الی 4 تا ساب دامین بیشتر ندارید، میتونید چند تا دامین والیدیتد برای هر کدوم از این در واقع ساب دامین ها به صورت مجزا بگیرید و روی وبسایتتون استفاده کنید. این که SSL رو چطوری نصب کنید روی سایتتون یکم بحثش تخصصی میشه و حالا اگر بخوایم این رو آموزش بدیم کلا باید توی یه فیلم آموزشی جدا این رو توضیح بدیم، که معمولا شرکتی که بهتون SSL میده خودش به صورت رایگان این کار رو برای شما انجام میده، حالا یا با هزینه یا به صورت رایگان، و در واقع شما میتونید با خرید SSL درخواست بدید اون رو براتون نصب کنن. اگر که نه خودتون میخواید این رو نصب کنید یکم تخصصی تره، بعد از اینکه هاستینگ برای شما SSL رو نصب کرد یا خودتون نصب کردید، باید یه سری کارها روی وردپرستون انجام بدید تا سایتتون از HTTP به HTTPS تبدیل بشه. بهترین کار، بهترین روش برای این کار اینه که از افزونه Really Simple SSL استفاده کنید، که این افزونه رایگان هستش یا مخزن وردپرس هست و میتونید روی سایتتون نصب کنید. زمانی که نصب و فعالش کردید اتوماتیک تمام لینک های وبسایت شما رو از HTTP به HTTPS تبدیل میکنه. بعد از اینکه SSL رو روی وبسایتتون نصب کردید، حتما سایتتون رو با HTTPS توی گوگل سرچ کنسول ثبت کنید و حالا مراحل ثبتش رو انجام بدید تا سایتتون از نظر SEO به مشکلی بر نخوره. خب امیدوارم که سایتتون همیشه امن باشه، از SSL استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. اگر درست و از روش صحیح SSL رو روی وبسایتتون نصب کنید، مطمئن باشید SEO خیلی خوبی میگیرید. اگر که نه، از روش غیر صحیح استفاده کنید و همینجوری SSL رو نصب کنید و تغییری که باید روی سایتتون انجام ندید، از نظر SEO سایتتون ضربه میخوره و با افت ورود گوگل مواجه میشید. امیدوارم این فیلم آموزشی هم به شما کمک کرده باشه در راستای ارتقای وبسایت و کسب و کار اینترنتیتون.